وقتی میخواستم برای ادامه تحصیل بیام کانادا، خیلی دودل بودم بین اینکه کالج رو انتخاب کنم یا فوق لیسانس توی دانشگاه. بعد از تحقیقاتی که انجام دادم، حس کردم که کالج میتونه برای من مناسب تر باشه. تجربه خیلی خوبی هم شد. یه ویدیو جامع هم ازش درست کردم که توی کانال یوتیوب هم میتونید تماشاش بکنید. اما خب همیشه این سوال تو ذهن من موند که اگه به جای کالج فوق لیسانس و دانشگاه رو انتخاب میکردم، شاید هم الان چقدر فرق میکرد. برای جواب این سوال من رفتم سراغ یکی از دوستای خیلی خوبم کاوه، که اونم همسر منه، 33 سالشه، توی ایران مثل من مهندسی خونده و دقیقاً سپتامبر 2021 مثل من درسش رو شروع کرد. کاوه تصمیم گرفت که بره شهر اتاوا دانشگاه کارلتون و فوق لیسانس مهندسی مکانیک بخونه. منم بعد از یک سال رفتم سراغش و با هم دیگه نشستیم و دونه دونه تفاوت‌های کالج و دانشگاه رو با هم دیگه بررسیش کردیم. از سیستم نمره‌دهی بگی تا تکالیفش و سبک آزموناش و شهریه و وضعیت کار بعد از تحصیل. مصاحبه هم پر از اطلاعات مفیده و چه بهتر که با شما در میانش بذارم. کاوه، خودت معرفی میکنی؟ کاوه هستم، 33 سالمه، مهندسی مکانیک میخونم اینجا تو کانادا، شهر اتاوا، تو دانشگاه کارلتون دارم میخونم، مقطع فوق لیسانس. و ایران هم که بودم دانشگاه خواجه نصیر میخوندم و اونجا هم رشته مهندسی مواد میخوندم. بله، منم سپتامبر 2021 درسمو شروع کردم. خب منم تقریبا همون اواخر آگوست اومدم کانادا، ولی درسته. خب من تصمیم گرفتم که برم سمت کالج درس بخونم. کاوه جان تصمیم درسته. گرفت که دانشگاه تو مقطع فوق لیسانس رو دنبال بکنه. واسه همین میخوام که الان بعد از گذشت یک سال از درس خوندنمون و هم یه مقایسه بکنی مدل درس خوندن تو کالج، مدل درس خوندن توی دانشگاه، فرقاش، خوبی ها، بدیاش، که بتونیم یه دید خوبی به همه کسی که این ویدیو رو میدن بدیم و بتونیم توی انتخابتون بتونیم کمک بکنیم. حالا مطمئنم بچه ها میدونن که نحوه سیستم کارشناسی ارشد کانادا تو دانشگاه کانادا به چه صورتی هستش. خب یه MASC دارن، یه دونه MNG دارن. من اینجا MNG میخونم، یا حالا مهندس میشه گفت کارشناسی ارشد مهندسی. این کارشناسی ارشد مهندسی 2 سال طول میکشه و تو 4 ترم شما میتونید اینو تمامش بکنید، که حالا هر ترم هم شما یه تعدادی واحد دانشگاه یه سخی برات میذاره، مجازی که اون واحدها رو برداری و حالا بر اساس اون میشه گفت لیمیتیشنی که داری میتونی یه تعداد واحدی رو برداری و تو 4 ترم این در واقع درستو تمام بکنم. خیلی خب، واسه من چون دوره پست گریجویت دیپلما برداشته بودم تو کالج جورج براون، این دوره من دوره 1 ساله بود، یعنی در واقع 3 ترم بود که میتونستی توی 1 سال تمامش بکنی. درسته. دو ترم اولش واحد فقط گذروندم و ترم آخرش هم کارآموزی بود. خب کاویتون چند واحد درسی کلن داری؟ ما تو دپارتمان مهندسی مکانیک ما 10 تا درس داریم. هر درس در واقع میشه گفت نیم کردیت محسوب میشه و در مجموع ما 5 کردیت باید پاس بکنیم. تقریبا همه دانشگاه ها تو همین رنج هستن تو مقطع ارشد. حالا یه توضیح هم میخواستم اضافه بکنم که ما عرض کردم ما 5 تا کردیت رو میتونیم پاس بکنیم. از این 5 تا کردیتی که ما داریم، خب میتونیم یه تعدادیش رو درس پاس بکنیم، یه پروژه بدیم و میتونیم یا در واقع یه تعدادش رو درس پاس بکنیم یا اینکه سویچ بکنیم و MASC یا همون میشه گفتش که تیزس بیسش کنیم، که این 2 حالت هم هست به غیر از اینکه شما فقط میتونی درس پاس بکنیم. آها، انتخابش با خودته، یعنی هر کسی میتونه این تقریبا انجام بده؟ یک کسی که نمرات خوبی دارن میتونه این کارو بکنه. تو بحث پروژه شما با دپارتمان صحبت میکنی و اینکه اساتیدی که حالا پروژه ارائه میکنن میتونی باشون پروژه برداری. مثلا شما میتونی 7 تا درس برداری، اون 3 تا درس باقی مونده رو 1.5 کردیت باقی مونده رو میتونی پروژه بدی، یا اینکه میتونی در واقع به سمت تیزز بری، که حالا برای اینکه بخوای تز پاس به سمت تز بری باید با یک استاد مکاتبه بکنی، مثلا با یه استاد صحبت بکنی ببینی که آیا مثلا تو بحث مالی ازت حمایت میکنه که بخواد ساپورتت کنه و اینها، که اگه اینو مثلا استاد قبول بکنه شما میتونی با دپارتمان صحبت بکنی و درخواست بدی که مثلا میگی من از MNG میخوام به MASC برم، که حالا دپارتمان مشکلی با این قضیه نداره، معمولا قبول میکنن. فقط بحثی که هست اینه که
شما استادی رو پیدا بکنی که از نظر مالی حمایت بکنه. با هر ترم چند تا درس داشتی؟ من ترم اول 3 تا درس، ترم دوم 4 تا درس، و ترم آخر هم 3 تا درس بیشتر نمیمونه. پس تو میتونی تصمیم بگیری که این دوره رو توی 3 ترم تموم کنی یا 4 ترم، یعنی توی 1 سال و نیم یا توی 2 سال، خودت انتخاب میکنی. دقیقا شما میتونی خودت انتخاب بکنی. حالا دوره که ما داشتیم کلا من بگم که دو ترم تحصیلی بود که ترم اول ما 6 تا درس داشتیم، ترم دوم 7 تا درس داشتیم. بیشتر اینا 3 واحدی بود، یکی دو تا درس هم من بودش که 2 واحدی بودش. درسته. و نمیتونستی مثلا بگی مثلا من این ترم میخوام فقط 3 تا بردارم یا 4 تا بردارم، باید همه درس ها رو ما برمیداشتیم که توی دو تا ترم کامل تمامش بکنیم. ترم آخر که ترم سوم بود ما کلا کارآموزی بودیم، یعنی بعد کارآموزی میگذروندیم و دیگه واحد دیگه ای نداشتیم و اون چون دوره ما 1 ساله بود، بعد اون 1 سال اون دوره تموم میشد، دیگه نمیتونستیم مثلا با تصمیم خودمون یه ترم مثلا بیشترش بکنیم. توی اون 1 سال بعد دوره رو درست کامل تمامش میکردیم. کامل مدل درس خوندن فوق لیسانس توی کانادا به خصوص دانشگاه کارلتون با ایران چقدر فرق داره؟ چون میگم تو فوق لیسانس هم داشتی، چه فرقی داره با ایران؟ به نظر من خیلی فرق داره. حالا من اگه بخوام راجع به این قضیه توضیح بدم، خب من کارشناسی ارشدم رو دانشگاه خواجه نصیر بودم، حالا میگیم دانشگاه سراسری، دانشگاه مثلا خوبی هم هست، ولی بحثی که هست اینه که خب در طول ترم خیلی درس نمیخوندم، مثلا آره میخوندم ولی خیلی زیاد درس نمیخوندم، ولی مثلا با کلاس هماهنگ نمیرفتم جلو و خب این بود واقعا. اما اینجا کاملا فرق میکنه، یعنی از روز اولی که کلاس شروع میشه، حالا به اصطلاح باید keep up with class، خیلی مهمه که شما همگام با کلاس برید جلو و بر اساس تعداد واحدی که داری بتونی اون درسات رو مدیریت بکنی که مطلبی نمونه. منم که توی کلی درس ها شروع شد، فرقی که با درس خوندن، چون منم تا فوق لیسانس خوندم تو ایران، فرقش این بودش که همونطور که خودت گفتی میشد درسی تو ایران تا شب امتحانم نخون، شب امتحان رفت درس خوند و نتیجه گرفت. اینجا توی کالج مدل درس دادن اینجوری بودش که همه چی از اول چیده بودن تا آخر، یعنی تو کل 15 هفته هر هفته می‌رسن چه برنامه چه تکالیفی بعد انجام بدن و بعد انجامش میده. یعنی اون آخر ترم درصد نمره که توی آزمون میان پایان ترم بود واقعا یه بخشی از کل نمرت حساب میشه، بعد کل ترم درس میخونی. پس این دانشگاه کالج تقریبا سیستمشون یکی اینجا، بعد کامل درس بخونی. اساتید میشه گفتش که تو اون پیجی که برای دانشگاه هست و پورتالی که دانشجو دسترسی داره میتونه درساش رو ببینه و تو همون پورتال اساتید در واقع کورس آوتلاین رو برای دانشجو میفرستن که دانشجو از همون جلسه اول تا جلسه آخر میدونه دقیقا باید چه کار بکنه. کورس آوتلاین دقیق تنظیم شده که استاد از اون جلسه اول تا آخرش رو قشنگ پوشش میده، قشنگ کاور میکنه. کاور توی تکالیفتون آیا بیشتر کارهای تحقیقاتی انجام میدادیم یا صرفا کارهای دیگه بود؟ تکالیف به این صورت هست که یه تعدادی به اصطلاح میگیم اساینمنت اساتید که تو همون کورس آتلاین هم هست معرفی میکنن، در طول ترم برای شما میفرستن و شما حالا موظفی که اونها رو انجام بدی و برای استاد بفرستی. رشته مکانیک حالا اونم امنج تکالیف تحقیقاتی نداره، یعنی یه سری اساینمنت میاد و یه تعدادی سوال هست، شما بعد اون سوالا رو مثلا حل بکنی، مسائل رو حل بکنی و برای استاد بعد بفرستی و بر اساس حالا اون دقت شما در پاسخگویی به سوالات استاد به شما نمره میده که شما همه اینها رو میتونی در از ابتدای ترم تا انتهای ترم کاری که کردی رو بیای ببینی که نتیجه که باید مثلا کاری که انجام دادی رو میتونی قشنگ ببینی و همش هست. تو مثلا بخوای به این سوالات جواب بدی بعد میرفتی مقاله میخوندی یا یه کتاب درسی رو بهت گفتم بدم برای بخری کتاب بخونی، یا اینکه از پرزنتیشن استاد چجوری بود؟ اساتید اینجا به ما هم کتاب معرفی میکردن هم در واقع پرزنتیشن های خودش رو،
و تاکید بیشتر خودشون روی پریزنتیشن هست، یعنی اون ریسورسی که در واقع برای خود استاد هست. بیشتر میگن که اگر اونها رو بخونه کافیه، ولی خب یه جاهایی شما مجبوری که در واقع به کتاب ریفر بکنی ببینی که دقیقا کتاب داره چی میگه، چون کاملا پیش میاد یه جاهایی هست که در واقع اون مطالبی که استاد فرستاده برای شما خب خیلی واضح نیست. چرا؟ چون میشه گفت یه چکیده ای از کتابه و خیلی کامل نیومده بحث رو باز بکنه، پس بنابراین شما مجبور میشی که کتاب رو هم بخونی، یه نگاهی به کتاب داشته باشی، ولی به اون صورت نیست که شما از صفحه اول کتاب شروع بکنی بخونن تا صفحه آخر مثلا یه کتاب کامل بخوای بخونی، نه اینطوری نیست. بستگی به علاقه شما هم داره که چقدر دوست داشته باشی کتاب رو بخونی. حالا کاری ببینید، برای ما نوع درس دادن اینجوری بودش که خب استادم میومد یه پرزنتیشنی انجام میداد، یه فایلی رو آماده میکرد برام میفرستاد و در کنارش هر هفته ما میگفتش که خب شما که کلاس گذراندی الان توی این هفته این مقالات رو هم بخون. مقاله که میگم در واقع هم آرتیکل ها، مقاله مثلا کوچیکه یه صفحه که توی سایت ها منتشر میشه، نه مقاله های علمیه خیلی سنگین نبود. توی مقالاتی که تو سایت ها منتشر میشه لینکش رو برام میفرستن، یا یه سری ویدیوها بود که تو اینترنت منتشر میشد اینا رو برام لینکش رو میفرستادن، میگفتن که اینا رو هم تکمیلی بخونید. و تکالیفی هم که به ما میدادن، خب ما پریزنتیشن گروهی داشتیم، بعدی با هم بقیه بچه ها پریزنتیشن انجام دادیم، یا تکی پریزنتیشن داشتیم، فایل پاورپوینت درست میکردیم براشون میفرستادیم، یا توی ورد میفرستادیم. و سوال که از هم میپرسیدم بیشتر سوالات تحلیلی بود که ما میرفتیم یکم سرچ میکردیم تو اینترنت، سرچ میکردیم مطالب رو میخوندیم و حالا یه به صورت پریزنتیشن یا به صورت فایل ورد یا پاورپوینت برای اساتید میفرستادیم. حالا بعضی وقتا سر کلاس همون پریزنتیشن رو واقعا انجام میدادیم. چه فرمت تکالیف ما هم به این شکل بودش. خیلی کار تحقیقاتیه مثلا مقاله آیستایی اینجا که خب نداشت کار. در مورد بگیران، خب تو مهندسی مکانیک مهندسی مواد خونده بودی، اومدی با اون بگیران این درس رو شروع کردی توی فوق لیسانس. آیا بگیران رشته خودت توی ایران رو خیلی ازش استفاده کردی یا نه؟ تمام اون چیزایی که بهت یاد دادن، آموزش دادن، نیازی به اون بگیران گذشته نداشت؟ همه چیز جدید بود؟ من چیزی که میخوام بگم اینه که داشتن بگیران از یک رشته خیلی تاثیر داره برای اینکه شما بتونید تو اون رشته موفق عمل بکنید. هرچند با این حال من با اساتید اینجا هم که صحبت میکنم میگن که ما اگر در واقع به بچه های اینجا پذیرش میدیم، این دید رو داریم که این بچه ها اون درک مهندسی رو دارن، درک از این درس ها رو دارن. خب من مثلا مهندسی مواد خوندم، من مهندسی مثلا بقیه بچه ها رو میشناسم که مهندسی صنایع خوندن اومدن اینجا، یا از صنایع مواد شیمی تا حدودی، ولی رشته های دیگر رو نمیبینم که وارد مکانیک شده بودن. اصلا انگار چنین کاری رو نمیکنه دانشگاه و این خیلی مهمه که تقریبا رشته هایی که وارد میشن یه درکی از اون در واقع حالا رشته های مهندسی دیگه داشته باشن، یه جور اینترکانکتد مثلا بتونن حالا با درس ها یه دیدی بتونن بگیرن که در واقع بتونن از پس اون مقطع بر بیان. اینطوری ولی خب چه کالج ما دوره که انتخاب کردیم؟ خب من دوره کالج دوره هستن که از همون اول آموزش بهت میدن و اون تخصص رو کامل بهت یاد میدن. یعنی من پیش بک‌گراند آکادمیک این تحصیلی مارکتینگ نداشتم، ولی خب دوره که شروع کردیم از همون اول همین سری که لازم بود از بیسیک شروع کردم و به اون آموزش دادم. این لازم نبود حتما یه بک‌گراندی شما از اول داشته باشی و خیلی نگران این موضوع نبودیم که تو این زمینه قبلا درس رو نخونده بودی، این خیلی مشکلی نبود. کامل در مورد حالا میخوام راجع به زبان صحبت بکنیم. من فکر میکنم تو آیلتس 6.5 داشتی یا 7 داشتی، درسته؟ من آیلتس 7 داشتم. آره. منم با آیلتس 6.5 اومدم و درس رو شروع کردم. حالا میخوام بگم که تو این تجربه یه سالی که از تحصیل داشتی، این زبان انگلیسی توی سر کلاس ارتباط گرفتن، توی تکالیفی که باید حل می‌کردی، چقدر مهم بود، چقدر اذیتت کرد، چه جاهایی نیاز به پیشرفت داشت از لحاظ زبان؟ ما مثلا میریم امتحان آیلتس میدیم، امتحان نمره خوبم مثلا ازش میگیریم، ولی خب زمانی که شما در واقع وارد این محیط میشی میبینی که خب
خیلی فرق میکنه و یعنی وقتی با یه نیتیو اسپیکر صحبت میکنی قطعا خیلی خیلی جا هست که اصلا آدم متوجه نمیشه چی میگه. وقتی که حالا اینا خودشون با خودشون صحبت میکنن این شرایط بدتر هم میشه، چون دنیای از اصطلاحات تو این جملات پیچیده هستش که مثلا میگن و خب خیلیش برای ما عجیب و غریب و ما خب خیلی هم خوب خیلی هم روی میتونیم صحبت بکنیم، هیچ مشکلی هم نیست. و خب شما نمره خوب تو زبانم داشته باشی باید بازم مهارت های زبانت رو تقویت بکنی، چون اینجا که میای خب اگر رو زبان مسلط باشی میتونی در واقع خیلی راحت‌تر ارتباط بگیری با دوستا، اعتماد به نفست خیلی بالاتر میره برای صحبت کردن. وقتی که استاد داره صحبت میکنه، چون لهجه‌های مختلفی هست، مثلا یه استاد داریم حالا با لهجه مثلا عربی عرب زبان انگلیس داره صحبت میکنه، یه استاد کاناداییه، یه استاد مثلا ایرانیه، استاد چینی داشتیم ما مثلا، خب خیلی سخت بود متوجه شدن که واقعا داره چی میگه. میگم بعد آشنایی پیدا کرد با همه این تفاوت ها تا بتونیم اعتماد به نفس رو ببریم بالا که هم خوب بشنویم و هم خوب بتونیم صحبت بکنیم. و قطعا میشه ارتباط هم گرفت و اگر شما مسلط باشی و تلاش بکنی برای مسلط بودن به زبان، خیلی اینجا راحت میتونی هم ارتباط بگیری هم در واقع درس‌ها رو خیلی بهتر متوجه بشی. خیلی تاثیرگذاره. یکی از اون آیتمایی که نمره داره، نمره خیلی کمی داره ولی نمره محسوب میشه براش، ارزش داره، اینکه شما مشارکت فعال سر کلاس داشته باشی. خب اساتید اینجا سوال میپرسن، مثلا درس فرضاً من درس احتراق داشتم، خب استادمون هر چند دقیقه که مطلب رو توضیح میداد سوال میپرسید و شما مسلما اگه صحبت بکنی، حالا خیلی هم حساس نیستن روی اینکه شما خوب یا بد صحبت بکنی، شما میخوای حالا انگلیسی اون اصل مطلب رو برسونی، این خیلی تاثیر داره و خیلی مهمه. آره خیلی مهمه. یعنی کلید واژه بیشتر استفاده میکردی، منظور میرسوندی، کافی بود، آزه نبود ساختارت کاملا درست باشه توی حرف زدن. اصلا چون اینجا یه خوبی که داره، خب خیلی قشنگ درک میکنن که بچه هایی که اومدن خب خیلی هاشون جدیدن، به اصطلاح میگن I'm new to English، زبان انگلیسی خب تازه داره رشد میکنه، تازه داره را میفته و اینو قشنگ درک میکنن، متوجه میشن. و شما زمانی که اون محتوای در واقع کلام رو درست میرسونی، استاد کاملا اوکی با این قضیه و مشکل نداره. شما تو بحث رایتینگ چطور تکلیفی انجام دادی؟ تو رایتینگ چقدر بهتون گیر میدادن و چقدر سخت بود خودت؟ خب تو رایتینگ من خودم نمره رایتینگم حالا برای آیلتس 7 بود، یعنی میشه گفت حدودی مثلا اون دید نوشتن مطالب تخصصی رو داشتم. و اینجا هم اگر پروژه‌ای رو استاد تعریف بکنه که در طول ترم پروژه هم به شما میدن، خب قطعا شما باید برای پروژه گزارش هم بنویسید. یکی از مطالبی که اساتید براشون مهمه این که شما پروژه رو خوب بنویسید و غلط املایی، غلط گرامری اینها تا جایی ممکن نداشته باشی و مطلب رو بتونه قشنگ بیان بکنی. خب یه جاهایی هست که مطلب بیان میشه و گنگه، شما حتما باید مطلب رو ریوایز بکنی، بخونی که اگه ایراد اشکالی داره جایی برطرفش بکنی. از این نظر میتونم بگم که رایتینگ براشون مهمه. حالا ببین، ما اینجا توی بحث زبان توی کالج، خب اصالی که داشتیم بیشترشون کانادایی بودن و خیلی لهجه چینی، لهجه هندی نداشتن. و خب کسی که مثلا کلی فیلم از قبل تو ایران دیده باشه، فیلم های سینما دیده باشه، تقریبا مسلطه به این که اون استاد داره چی میگه، ولی خب نه کامل. اینجا بیاییم بلاخره هم تو که خود گفتی گوش بکنیم، عادت بکنیم، این دیگه ترس و دغدغه رو نخواهیم داشت. علاوه بر اون که معمولا این جلسات ضبط میشد، صدای استاد ضبط میشد و میمونی بارها گوش میکردی که گوشت عادت بکنی، یعنی خیلی سعی موضوع خیلی چالشی نداشتیم. ولی در مورد تکالیف، خب ما بخشی که باید مینوشتیم، رایتینگ داشته باشیم، واسه هر تکلیفی میگفتن که اگه میخوای من نمره کامل بهت بدم، باید از لحاظ محتوایی اینو بعد اصلا رعایت بکنی، از لحاظ گرامری باید رعایت بکنی. دسته‌بندی کرده بودن، اگه مثلا متوسط باشه نمره مثلا تکلیفت هم میومد پایین،
اهمیت داشتش که رایتینگت خوب باشه. اما خب این نکته مثبتی که بود این بود که ما از گرامرلی استفاده می‌کردیم. این نرم‌افزار گرامرلی خب خوبیش اینه که تو متن که می‌نویسی و اونجا پیست می‌کنی ببین که چه مشکلات گرامری داری و ساجستشناش رو استفاده می‌کنی و خودت درست می‌کردی متن تو، یعنی کمک می‌کردی که متنت قوی‌تر بشه. واسه همین از این بابت یه مدت که گذشت فهمیدیم که خب متون رایتینگ که باید بنویسیم به چه فرماتی باید باشه، خیلی جملات پیچیده هستن، نیاز شما استفاده کنیم، ولی غلط خطوط دیگه نباید داشته باشه که گرامرلی خیلی بهمون کمک میکرد. توی حالا بحث اسپیکینگ هم خب ما هم سر کلاس استادا دوست داشتن که دانشجوها حتما شرکت کنن، حتما نظراتشون بگن. استاد میگه اصلا مهم نیست شما داری اشتباه میگی، هر کسی یه نظری داره و داره نظرش رو بیان میکنه. مجبورت نمیکردن حتما حرف بزنی، ولی خب حرف میزدی هم اعتماد به نفست بیشتر میشد و همونطور که خود گفتی کلید واژه مهمه. مهم نیست یه جمله رو خیلی خوشگل و کامل با تنوع لغتی استفاده کنی، منظور رو برسون. همین برای اون اساتید کامله، چون میدونن این همه دانشجوی اینترنشنال از کشورهای مختلف دارن سر کلاس نشستن و حرف میزنن و کسی مثلا تو رو مسخره نمیکنه یا نمیگن، حس بدی کسی به تو نمیده. اصلا دقیقاً این خوبیش اینه که آره جلسات اول مثلا ترم پاییز سال گذشته خب یه مقدار واقعا خجالت میکشیدم بخوام صحبت بکنم و اینها، ولی گفتم اصلا اینجا خجالت معنی نداره، سوالتو بپرس، حالا غلط گفتم شد اشکال نداره باید بپرسی و این خیلی خوبه. یعنی من شروع کردم به سوال پرسیدن در طول کلاس ها از اساتید سوال میپرسیدم و برای من فرق نمیکرد که من لهجه خاصی نداشته باشم، سوال معمولی بپرسم یه جا غلط میشه نه. و خب ترم زمستون دیگه خیلی بهتر بود، مثلا برای همه کلاس ها خیلی سوال میپرسیدم و خیلی تاثیر داره. یعنی استاد یه نگاه بهتری به دانشجویی که مشارکت تو کلاس داره. خب بریم سر وقت بورسیه و اسکالرشیپی که خود دانشگاه ها میدن. خب ببینم که اصلا این دوره‌ای که داشتی اسکالرشیپش وجود داشت، چجوریه، خود دانشگاه میده، استاد میده، دولت میده، چجوری وضعیتش؟ تو بحث بورسیه و اسکالرشیپ خب برای MNG بورسیه تعریف نشده، اسکالرشیپ نمیشه گرفت. من فقط یه اسکالرشیپی که اوایل اومده بودم تونستم بگیرم یه نیرو هوایی کانادا بود، RCAF، که یک میشه گفتش که تقریبا دو تا سه تا سوال بود فرستاده بودن که بچه ها بعد اونا رو جواب میدادن و یه تعدادی رو انتخاب میکردن و اون حالا اون تعدادی که انتخاب میشدن یه بورسیه بهشون تعلق میگرفت. و من حالا قبل از اینکه بیام کانادا اون چون در واقع ثبت نام دانشگاه اینو انجام داده بودم، ایمیلش رو اینا رو داشتم، برای دانشجوها میفرستادن. از طرف RCAF یه لینک اومد، من شرکت کردم، خب اون برنده شدم. اما مبلغی نبود که بخوام اصلا به عنوان بورسیه روش حساب بکنم و نگاه بکنم و خب خیلی تاثیرگذار نبود به اون صورت. اما اینجا به صورت کلی بورسیه و اسکالرشیپی ندارم و اون چیزی که هست برای MASC ها هستش که خب اونم باید با اساتید مکاتبه بشه و در صورتی که حالا استاد بخواد پشتیبانی بکنه میتونن بورسیه رو بگیرن. برای ما هم خود توی کالر هر ترم اسکالرشیپ وجود داشت. اصلا اول ترم به ما همون گفتن که اصلا اپلای کنیم براش. نه به اپلایش هم این بودش که مثل همونطوری خود گفتی یه سری سوال ازت میپرسه. میپرسی مثلا حقوق چقدر، درمان چقدر هزینت هست بر اساس هر ماه و چرا میخواین اسکالرشیپ اصلا دریافت کنید. خب ما این سوالات رو پر کردیم و فرستادیم و دلیلش هم گفتیم. ولی خب تو این دو ترمی که اقدام کردم کل تو طول ترم این پروگرس بود که به اون یه جوابی بدن، ولی خب آخر ترم گفتن که بورسیه به شما تعلق نگیره. فکر کنم خیلی بودجه زیادی به نظر نگرفتن، ولی خب شاید بعضی هم گرفته باشن، ولی خب من که ندادم. خب کالج هم که کلا فرمتش اینه که اون تخصصت آموزش بدن و چیزی به نام فاندی که با استاد صحبت کنی بخوای بودجه بهت بده در واقع اصلا وجود نداره و شما صرفا واحد پاس بکنی و این موضوعات فان رو توی کالج نمیتونی پیدا بکنی. شهریه چقدر بود کابه جان؟ شهریه کل این دوره‌ای که گذروندی؟ شهریه دانشگاه من در واقع میتونم بگم برای ترم اول و دوم
تقریبا 12,500 دلار در اومد. در واقع ترم اول 12,500، ترم دوم 12,500 تا، یعنی 25,000 تا. خب برای ترم سوم حالا متاسفانه یه مقدار شرایط اقتصادی هم به هم ریخته و اینها، این مبلغ شهریه افزایش پیدا کرد و امسال حدود 14,000 دلار شده برای ترم پاییز. 25,000 تا سال اول، برای ترم آخر 25,000 تا سال اول، برای ترم آخر 14,000 تا باید بده. نزدیک 40,000 تا شد دیگه هزینه. حدودا 40,000 تا. حالا من اگه بتونم ترم سوم تمامش بکنم، که خب یه ترم میشه گفتش که دیگه لازم نیست شهریه بدم. دیگه شهریه خود ما توی کاله، چون من دورم یک ساله بود و از سه تا ترم آخرم کارآموزی بود، بیشتر توی دو تا ترم اول باید هزینه میکردم. ترم اول بودن 9,000 تا بود، ترم دوم بودن 8,000 تا، یعنی رو هم دیگه یکی روزه 17,000 تا شد. تقریبا تا میگم نصف شهریه، حالا تقریبا 3 ترم تا 4 ترم دانشگاه در اومد. بخاطر چون دورش کوتاه مدت تر و حالش کلا یه مقدارم ارزون تره به نسبت. کار راجع میخوام کار دانشجویی صحبت بکنی. اول اینکه تجربه از کار دانشجویی چی بود و اینکه اصلا تو خود دانشگاه فرصت شغلی هست برای دانشجو؟ برای کار دانشجویی دانشگاه یه سری پوزیشنایی رو ارائه میده. یه سری کارهای دانشجویی هست، از کار توی در واقع باشگاه، رستوران، کتابخونه، همه اینها هست تو پورتال دانشگاه. دانشجوها میتونن برن ببینن چه پوزیشنایی هست، رزومه میتونن بدن، یه کاور لتر کنارش بذارن بفرستن. خب خوبه، رنج حقوقیش با جاهای دیگه خیلی تفاوتی نداره، کار جنرال محسوب میشه. من خودم ابتدایی که اومدم اینجا یه کار دانشجویی بود به عنوان حالا سفیر کووید، که بچه دانشجو میتونستن تو دانشکده ها باشن، بچه هایی که میان چک بکنن مثلا اینا در واقع وضعیت سلامتیشون، اینا روی اسکن میکردن که حالا مشکلی نباشه و میتونستن سر کلاس برن. خب چون پاییز پارسال وضعیت کووید همچنان اون ریستریکشن ها حفظ میشد، ولی خب الان دیگه اونا نیستن، شرایط خیلی تغییر کرده و نیازی هم نیست، اون میشه با محدودیت ها رفع شده. در مجموع اینو میخوام بگم که کار دانشجویی هم هست، دانشجویی که علاقه مند باشن میتونن تو دانشگاه هم کار بکنن و از اون پوزیشنی که تو دانشگاه وجود داره. حداقل حقوقش رو میدونی چقدر بود در ساعت؟ حقوقی هست از کاری که من دیدم مثلا از 14.5 دلار سال گذشته بود تا 17.5 دلار، تو این رنجا بود. خب ببین توی کالج هم ما هم دقیقا مثل دانشگاه کافه بود، رستوران بود، فروشگاه داشتش، توی قسمت باشگاهش، تیم ورزشیش، از اون طرف تو بخش مارکتینگش عکاس میخواستن، گرافیس، حتی مقاله نویس، بعضی خبرنگار میشدن. این پوزیشن ها وجود داشت، برامون ایمیل میومد، ما ایمیل رو میدیدیم براش اپلای میکردیم، یا حتی حضوری میرفتیم توی بخش کاریابی اونجا باهاش صحبت. آره فقط من یه نکته رو میونه که الان بگم که حالا ایمیلایی هم که برای کار تو دانشگاه میاد، اگه ایمیل میاد حواسشون باشه، خیلی از ایمیل ها حالا یه برچسب مثلا امکانه که فیشینگ باشه هم هست. معمولا اگه بچه دنبال کار میخوان بگردن تو سایت دانشگاه برن، نه اینکه براشون اگه ایمیل بیاد و مثلا بخوان اطلاعاتشون رو برای کسی بفرستن. این کار خطرناکیه، من ایمیل رو توصیه نمی کنم. اگه پوزیشن توی پورتال دانشگاه باشه اون سیف هستش که بخوان مرسی ازت، مرسی کامل. حقوقش هم معمولا برای ما ساعتی 15 دلار در نظر میگیم، مثلا حقوقتون 15 یا 15 دلار 15 سنت حقوقی بودش که به دانشجو میدادن. با توجه به که کار دانشجو اونجا میکنی و حقوقی که داری، این دخل و خرجا با هم جور در اومده توی شهری مثل اتاوا، یا اینکه نه داری از سرمایه استفاده میکنی؟ ابتدای کار که اومده بودم اینجا، خب برای ترم اول بیشتر تمرکزم رو درس گذاشته بودم و خب کار نمیکردم، ولی بعد از در واقع ترم پاییز تصمیم گرفتم که کار پیدا بکنم و خب یه کاری پیدا کردم، مشغول به کار شدم با همون در واقع 15 ساعتی 15 دلار مشغول شدم و میتونم بگم که خب یه بخشی از هزینه های زندگی تامین میشه، هزینه خورد و خوراک، اجاره خونه. و حالا شما اگه بتونی 20 ساعت کار بکنی که خب تامین میشه. یه دانشجو اینجا
حالا تو اتاوا من بخوام مثال بزنم، هزینه ماهیانش با اجاره و اینها در نظر بگیره، یه چیز تو هولوش 1200 خورده تا 1300 دلار، بستگی داره که طرف چه جوری هم بخواد مثلا زندگی بکنه. تو این رنج باید حساب بکنم، یکم بیشتر یکم کمتر، بستگی به لایف استایل افراد داره. ولی خب با کار دانشجویی میشه این هزینه ها رو تا حدودی کاور کرد. آره تا حدودی میشه، شاید یه مقداری لازم بشه که از جیب بدم، ولی میشه بیشترش رو داد. خیلی خوب. البته خب این موضوع رفتی به کالج دانشگاه نداره، بخش رفت به شهری که زندگی میکنین داره. مثلا من با حقوق 15 دلار در ساعت، اگه خب تصمیم بگیریم به مدل دانشجویی زندگی بکنیم، یعنی مثلا به جای اینکه یه خونه یا استودیو بگیریم، مثلا یه اتاق بگیریم یا با دو نفر یه خونه مثلا یکی دو خوابه رو شیر بکنیم، میشه مدیریت کرد که به عنوان دانشجو از پس هزینه بریم. ولی خب بالاخره ما هم دوستیم میلیون تفریح کنیم و اونور بریم خوش بگذرونیم. بعضی وقتا دلم نمیخواد مثلا با اتوبوس بریم، دوست داریم مثلا اوبر بگیریم. خب این هزینه ها شما باید خودت دستت بیاد که دقیقاً چه جوریه، کدوم سمت شهر بگیری، مثلا مرکز شهر میخوای باشی، میخوای کم فاصله بگیری با مترو بیای، اینا همه وجود داره. اما خب دانشجو اینجا حواشون خیلی دارن، مثلا تخفیفای دانشجویی بهشون میدن، توی حالا عضو شدن تو جای مختلف، بیلت اتوبوس، همینا تخفیفات وجود داره که هوای دانشجو داشته باشه. بریم سراغ استادامون. به کافی استاداتون بیشترش مثلا سنشون بالا بود، جوان بودن، یا اینکه از لحاظ حمایتی رفتاری چه مدلی بودن؟ طیف سنیشون متفاوته، یعنی از اساتید جوان ما داریم تا اساتید مسن، و از نظر اخلاقی هم اساتید خب خوش اخلاق داریم تا اساتید بد اخلاق. یعنی مثلا اینجا میشه گفت شبیه ایران، خیلی فرقی نمیکنه. خب بیشتر اساتید دانشجو رو حمایت میکنن، مثلا بگم 90% دانشجو رو حمایت میکنن، خیلی احترام میذارن. شما هر سوالی داشته باشی ایمیل بزنی، استاد جواب میده، پاسخگو هستش، و هر جایی متوجه نشی مطلب رو از استاد بپرسی، چه سر کلاس چه بعد از کلاس، بهت پاسخ میده. از نظر حمایتی، حالا اگه حمایتی شما منظور در واقع در طول ترم هست، برای کلاس ها هست، آره واقعا حمایت میکنن و این خیلی خوبه برای دانشجو، خیلی دلگرمیه، برخوردشون خیلی خوبه، خیلی با حوصله هستن، صبور هستن، دانشجوان خیلی احترام میذارن به فضای کلاس، فضای درس خوندنه و چیز غیر از این نیست. اتفاقا من میخوام تایید بکنم که توی کالج هم اساتیدمون خیلی پیر نیستن، جوونه یا تا سن 50 نهایتا 60 سال هستن و خود کار خودشون خیلی حرفه‌ای‌ان. از لحاظ رفتاری واقعا مهربونن، یعنی یه جوری که با هم دیگه صحبت میکنیم، یعنی حس میکنی قشنگ دوستته، حس میکنی یه استادی که جایگاهش از تو خیلی بالاتره، خودشون هم لول تو میاره و اون جو دوستانه و حمایتی رو دارن. و همونجوری که گفتی مثلا تکلیفی بلد نباشی یا بخوای بهش ایمیل بزنی، نهایتا تا 24 ساعت بعدش جوابتو برات میفرستم و آره کمکت میکنن که بتونی اگه علاقه داری به درس خوندن و دوست داشته باشی، به شدت حمایت میشی سر ساعت این اصلی. خیلی هاشون حتی میگن که ببین ما رو استاد پروفسور صدا نکن، مثل من مثلا دنیه، منو دنی صدا بکن، فامیلی من حتی صدا نکن، یعنی اینجوری خیلی خودمونیه. سیستم نمره دویشون چجوریه؟ چجوری از 100 درصد چه مدلیه؟ مثلا چند درصد مثلا آزمون پایان ترم، کار کلاسی چند درصده؟ اسایمنت، کویزایی که در طول ترم میگیرن، میان ترم هست، می ترم، و یه حالا پروژکتی که تعریف میشه، و نهایتا فاینال. فاینال معمولا میشه که بیشترین پورشن رو داره، معمولا تو رنج 40 درصد، بقیه شون دیگه حالا اون 60 درصد ما بقی بین اسایمنت و پروژکت و اینا تقسیم میشه، 20 درصد، 25 درصد، مثلا حالا اسایمنت تا مثلا سقف 20 درصد، مشارکت در کلاس تا سقف 5 درصد، اینا تعریف شده قشنگ. خب استاد به استاد متغیره، ولی در مجموع از 100 همه چی حساب میشه. مدل این نمره دهیش هم مثل همین دانشگاه از 100 درصده. اسایمنت ها و تکالیفی هم که خود توضیح دادی دقیقاً پورشن بندیش همین شکلی، معمولا پایان ترم بین 20 درصد تا 35 درصد نمره بود، ولی نه بیشتر. تکالیف تو پرزنتیشن های طول ترم و میان ترمی که داشتی همه اینا میشد 100 درصد، که معمولا 50 درصد بالا که میشدی
دیگه مطمئن بودی که پاس میشه. خب در مورد پاس کردن این درس ها، خب تو گفتی تو طول هر ترم چند تا درس برات باید برمی داشتی؟ ما در طول هر ترم مجاز هستیم که تا سقف 5 تا درس برداشت و بیشتر از اون نمیشه. اوکی. تو چند تا درس برداشتی تو این دوتا ترم هر ترم شده؟ من ترم اول 3 تا درس برداشتم، ترم دوم 4 تا درس برداشتم. من ترم اول 6 تا درس داشتم، ترم دوم 7 تا درس داشتم. ولی خب از لحاظ بالاخره سنگینی یا سواکیش بالاخره فرق میکنه. خب در مورد نحوه پاس کردنش به اون بگو از تجربه. پاس کردنش خیلی سخته. اگه تو طول ترم معمولی بخونی پاس میشی یا اینکه خودکشی کنی قشنگ حسابی درس بخونی؟ چه جوریه نحوه پاس شدن درس؟ ببین سیاوش جان، یه مطلبی هست در مورد پاس کردن درس، بستگی به این داره که شما در طول ترم چند تا درس برداری. اگر خودت رو در واقع خیلی بخوای با درس ها تحت فشار بذاری، تعداد درس زیاد برداری، خب قطعا خیلی سخت میشه، یعنی واقعا در حد خودکشی میشه. شما باید مرتب برای این درس رو وقت بذاری، از روز اول یک سر درس بخونی، خب فشار عصبی رو خیلی میبره بالا، اجازه نمیده فعالیت های دیگه داشته باشی. توصیه من هستش که بچه ها منطقی واحد بردارن، تعداد کم واحد بردارن که بشه منطقی با کلاس ها. من ترم اول خب خودم 5 درس برداشتم، ولی خب بعدا آره تصمیم گرفتم که اینو بیام رو 3 تا، چون دیدم واقعا نمیشه، اصلا خیلی سخت میشه. ولی برای ترم دوم 4 تا درس داشتم، در کنار 4 تا درس کارم میکردم و خب نسبتا 4 تا درس هم مثلا درس های خوبی بود، یعنی یکیش مثلا ماتریال بیس بود، یکیش حالت پراجکت بیس بود و اینها، دیدم که میتونم با 4 تا درس مثلا از پسش بر بیام و نگرانی نداشتم. اما مسئله اصلی اینجاست، مثلا 2 تا 3 تا درس خوبه در طول ترم برداشته بشه که از همون ابتدای ترم شما بتونی قشنگ براش وقت بذاری بخونی. نیازی به خودکشی نیست، نیازی نیست که شما خیلی بخوای بخونی. مرتب منظم فقط یک برنامه درس خوندن باید داشته باشن، چون به هیچ عنوان نمیشه بگی من حالا از میان ترم یا انتهای ترم شروع میکنم بخوندن. نه، یه خوبی که دارن اساتید کویز میگیرن، میترم میگیرن، این خیلی مزیت‌ها بزرگیه، چون دانشجو رو مجبور میکنه که در طول ترم در واقع درس رو بخونه و اون سهم نمره‌ای که حالا اینها دارن رو بگیره تا بتونه درس رو پاس بکنه. با دوستات هم کلاسیات که صحبت می‌کردیم می‌شینیم مثلا کسی مثلا درس رو بیفته یا مثلا استرس بگیرن اون سر این موضوعات؟ آره، در مثلا اینجا پیش میاد که مثلا آدم درس رو هم بیفته، ولی خب شما می‌تونید اون درس رو ترم بعد برداری دوباره یه بار دیگه بگذرونی. حالا این توی کالج ما خب ترم اول که 70 داشتم، ترم دوم 6 تا، واسه هر درسی میگفتن که شما باید هفته 2 الی 3 ساعت براش وقت بذارید. و خب وقتی که من حالا درس رو شروع کردم میخوندم هر هفته، مثلا ترم اول شبا بیدار میموندم که همه تکالیف سر وقت انجام بدم و بعد آخر ترم دیدم که از نمره دهی خیلی دست بالا، نمرات خیلی خوب میدن، خیلی از حمایتی نمرات بالایی به ما میدادن و دیدم که خب خیلی هم نباید من دیگه حالا خودکش کنم هر شب مثلا تا دمای صبح بیدار باشم، مثلا متوسطم درس بخونی، اون چیزی که ازت میخوان درشون بفرستی، سر موقع بفرستی، قرار نیستش که در خطر مثلا پاس نکردن درس، افتادن اون درس باشی. یعنی این حالتی تو کالج وجود نداره که بخوان کسی رو بندازن. من با دوستان و هم کلاسام صحبت میکردم، همه اکثر نمراتشون خوب میشد، چون واقعا هدف اینه که بچه‌ها چیزی رو یاد بگیرن، تخصص یاد بگیرن و بعد دارن ازش استفاده بکنن. خب راجع به مدل آزمون گفتی، آزمون میان ترم و پایان ترم فرمتش چجوری بود؟ ترکیبی از حالا آزمونای تستی، آزمونایی که در واقع ترکیب سوالات تستی و تشریحی، حل مسئله به این صورت بود، آزمونای آنلاین به صورت تستی برگزار میشن یه سریاشون و آزمونایی که حالا یا این پرسن یا پیپر بیس هستش، در واقع حل مسئله است، شما استاد به شما بوکلت میده و شما سوالا رو توی بوکلت حل میکنی و به استاد تحلیل. توی کالج هم معمولا سوالاتی از آن میپرسیدن خیلی شب تحلیلی بود، یعنی خیلی نه از چیزی رو حفظ میکردی و سجاست ارائه میدادی.
فرماتش هم بیشتر تستی داشتیم، چهار گزینه‌ای بود، جوابای کوتاه بود، یا اینکه سری یه کیس استادیای به ما میدادن، گفتن مثلا کمپانی میخواد کار مارکتینگ بکنه، شما چه کمکی میتونید بهش بکنی، مثلا باید براش توضیح میدادی که کاملا کل محتوای اون ترم و اون درسی که خونده بودی و بعد توی حالا یه سری توضیحات مختصر بهش توضیح میدادی، یا اینکه بعضی از درسامون هم بودش که پرزنتیشن نهایی که حالا چه گروهی بود چه تکی بود اون پرزنتیشن میشد هم آزمون پایان ترم که ما داشتیم. در هفته چند روز میرفتی کلاس و چند تا درس داشتی هر روز؟ من تقریبا هفته 3 روز میرفتم دانشگاه. حالا رفتن به دانشگاه منظورم کلاس داشتن، چون یه سری کلاس آنلاین بود و یه سری کلاس حضوری بود، ولی بخوام بگم چقدر دانشگاه می رفتم، دانشگاه 3 روز در هفته دانشگاه می رفتم، یعنی کلاس داشتم. طبعا تقریبا 4 روز بود، یعنی ما از سه‌شنبه می رفتیم تا جمعه، ولی خب 2-3 روزش 2 تا درس داشتیم، یه 2-3 روزش دقیقا. 2 روزش هم مثلا 1 درس داشتیم. آره. مثلا من همین وضعیت بود دیگه، مثلا 2 تا کلاس داشتم و تو یه روز 2 تا کلاس بود میرفتم دانشگاه. 3 روز میشد دیگه، مثلا یا 8 صبح تا 12 ظهر یا 12 ظهر تو مثلا تا 5 نهایتاً دیگه درس تمام میشد. مثلا مثلا همین 6 تا 9 شب داشتم. 6 تا 9 شب. آره. نه ما اون نداشتیم. و هر ترم تحصیلی چند هفته بود یادته؟ 14 هفته. 14 هفته میشه. یه هفته هم که حالا وینتر بریک و فال بریک هستش که آف. و ما هم تقریبا 15 هفته بود و یه ترم یه هفته هم بعد از که میان ترم آزمون دادی تقریبا هفته 8 رو شما آف داشتید که یه هفته آف بود و میان ترم بعدی شروع میشد. دپارتمان ما اصلا برای ترم تابستون واحد ارائه نمیدی، یعنی کلا برای بچهای مکانیک و هوافضا ترم تابستونی نیست، تعطیلن. خب واسه کالج ما چون کل دورمون 3 ترم بود و معمولا 1 سال از دوره کلا 1 سال است، دیگه ترم تابستون بعد بریم چون کارآموزیه بعد بریم توی کمپانی کار میکردیم، دیگه ترم تابستونمون اجرایی بعد برش میداشتیم، نمیتونستیم مثلا مرخصی بگیریم. خیلی که میان کارا دغدغه دارن که برای تحصیل آیا کار راحت میشه پیدا کرد، بازار کارش خوب هست یا نه. خب تو بهم بگی الان که درس رو خوندی آیا این دوره فوق لیسانس تو رو واسه کار بیرون آماده میکنه؟ آیا به تو تخصص رو داره یاد میده یا بیشتر آکادمیک و تئوریه؟ سوال خیلی خوبی بود سیاوش، چون اینکه من بیام اینجا درس بخونم و بخوام بعدش دنبال کار باشم، خب قطعا همین ما بالاخره میایم اینجا درس میخونیم که هدف اصلیمون اینجا گرفتن کاره که بتونیم بر اساس کاری که میگیم زندگیمون رو اینجا شکل بدیم و بسازیم. ولی دانشگاه در هر صورت دانشگاه، یعنی شما از دانشگاه نمیتونی انتظار داشته باشی که من بیام اینجا درسای مثلا مهندسی مکانیک رو بخونم الان یه مهندس مکانیک میشم و دو پس فردا بعد از دانشگاه هر شرکتی برن هر سوالی بپرسن من همه رو میتونم. اصلا اینطوری نیست. میشه گفت مثل ایرانه، یعنی واقعا فرقی نمیکنه شما از دانشگاه بیای بیرون یه مهندس هستی که حالا تحصیل کردی و رشته مکانیکی حالا هر رشته دیگه درس خوندی، اما یک مزیت بسیار بزرگی که هست اینه که دانشجو در طول ترم ترغیب میشه و میره حداقلش اینه که چند تا نرم افزار یاد میگیره، چند تا کار جانبی انجام میده و این فعالیت های جانبی که شما در کنار تحصیل انجام میدی خیلی تاثیر داره برای اینکه شما بعد از تحصیلت بگی آقا من حداقل در طول ترم این درس ها رو میخوندم، مثلا این کارهای نرم افزاری هم انجام دادم، با رشته خودم مثلا این اطلاعات رو تونستم کسب بکنم، با یه سری استانداردهای رشته خودم آشنا بشم. خب شما مثلا یه پروژه برمیداری، وقتی یه پروژه استاد به شما میده شما رو یه جوری درگیره، حالا یه بحث دیزاین میکنه، شما یه چیزی یاد میگیری از اون پروژه، شما دید مهندسی رو به دست میاری یا حالا تو هر رشته اون دید رو تا حدودی به دست میاری. قطعا شما یه نیروی متخصص نمیشی تا زمانی که یک شرکتی جایی نری و اونا شما ترین نکنن، ولی شما تا حدی هست که مثلا یه دیدی به دست بیاری و آمادگی پیدا بکنی برای اینکه بعداً بتونی کار پیدا بکنی. و در خصوص کار پیدا
کردنم من باید بگم که باید شما دید مثبت داشته باشید برای کار پیدا کردن و نباید با استرس و ترس بری جلو بگید وای اگه درس بخونم کار پیدا نکنم. نه اصلا اینطور نباید فکر کرد. شما اینجا درس میخونی، کار هم پیدا میکنی و کار هم هست. هرچند که من خودم دیدم الان دوستان خودم که فارغ التحصیل شدن کار خوبم گرفتن، چه تو اتاوا چه تو شهرهای دیگه، و قطعا باید با دید مثبت و قوی رفت جلو که بتونید نتیجه بگیرید. 100%. کالج هم که ما درس می‌خوندیم کلا اون ساختار پروگرامی که ما داریم بر پایه اینه که به شما اون مهارت‌ها و تخصص یاد بدن که تو بعدش که وقتی رفتی سر کار، رفتی دعوت مصاحبه شدی، حرفی برای گفتن داشته باشی، رزومه‌تو جوری قوی کرده باشی که توی مصاحبه وقتی یه سوال تخصصی پرسیدن بتونی یه حرفی واسه گفتن داشته باشی. و مثلا تکالیفی که ما داشتیم، خودمون مثلا کارفرما رو می‌آوردن برامون که یه خواسته‌ای داشت، ما بعد اون خواستش رو انجام میدادیم. تکلیف ما دقیقا اون بود که از همون ما میتونیم استفاده کنیم که رزوممون رو قوی بکنیم و خیلی به ما کمک میکنه واسه کار پیدا کردن و پروگرام های خیلی کمک کننده ای هستن. من دیگه سوالم تموم شد کام. امیدوارم بچه هایی که دارن وارد این مسیر میشن بتونن در واقع از این سوال استفاده بکنن و براشون حالا تا جایی ممکن راهنما باشه، گرگوشا باشه. چون میدونم مسیری هستش که واقعا یه راهنما، یه کسی که اطلاعاتی داشته باشه و اون اطلاعاتشو در اختیار بقیه بذاره خیلی کمک میکنه. برای اینکه بقیه بچه‌ای که دوست دارن خیلی کمک میکنه. آره خیلی نگرانن اساساً که درس خوندن اینجا چجوریه، چه چالشایی دارن، واسه همین نگرانن.